درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از واکنش تند و بی سابقه احمد ایران دوست به حکومتی هایی که به دخترش حمله کردند. در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید با خبر بشید. دختر احمد ایران دوست هنرمند ایرانی که به تازگی به دنیای مجازی وارد شده و به واسطه معروفیت پدرش خیلی زود هم فالوورهای زیادی به دست آورده و تبدیل به یک بلاگر واقعی و پرطرفدار شده حالا گویا از سمت سایبری ها و پلیس فتا براش مشکلاتی پیش اومده مدتی پیش هم ادعی از ارزشی ها و سایبری های همیشه نگران به آقای ایران دوست حمله کرده بودند که چرا دختر تو به نمایش میذاری و این نشونه بی غیرتی توه که اون هم جواب دندون شکنی به این کاربران فضول داده بود آقای احمد ایران دوست متولد 26 خرداد سال 49 در آبادانه. ایشون بازیگر و خواننده و البته در سالهای اخیر بیشتر کار بلاگری در فضای مجازی انجام میده. شخصیتش بیشتر با عنوان قول برره شناخته شده و ورزشکار حرفه‌ای بوکس بوده و مدتها در خارج از کشور به عنوان محافظ شخصی و بادیگارد بازیگران معروف هالیوودی کار کرده. حالا سالهاست ازدواج کرده و خودش گفته که همسرش خواهر دو شهید حاصل ازدواجشون هم دختری 18 19 ساله به نام هستی ایران دوسته. قد آقای ایران دوست دو متر و ده سانته با وزن 150 کیلو. به گفته خودش قبلا قهرمان بوکس بوده که در سال 68 به دلیل مسومیت و شکستگی شدید فکش دیگه نتونسته این ورزش رو ادامه بده. پدرش مرحوم شهاب ایران دوست هم از قهرمانان کشتی همدوره مرحوم تختی بوده. اولین بار توی سال 68 بازیگری رو تجربه کرده ولی از سال 62 توی مدرسه راهنمایی توحید با بچه ها تاز کار میکرده و همیشه عاشق بازیگری بوده. خودش گفته اون موقع خشایار اعتمادی تکخان گروه سرودمون بود و من به خاطر تواناییم در تقلید صدا مدتی هم توی برنامه رادیویی صبح جمعه با شما با مرحوم فرهنگ مهرپرور همکاری داشتم. آقای ایران دوست توی سال 75 توی سریال بازگشت پرستوها به کارگردانی ابوالقاسم طالبی در نقش یک افسر عراقی ظاهر شد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. احمد ایران دوست اما اوج شهرتش برمیگرده به بازی در سریال پربیننده شبهای برره در سال 84. در زمان تولید این سریال آقای ایران دوست از طریق حسن شکوهی و محسن چگینی به مهران مدیری معرفی شده بود و آقای مدیری هم با توجه به ظاهر و جسه درشت اون نقش قول برره رو براش در نظر گرفته بود احمد ایران دوست در اونفوان جوانی به دوبی سفر کرد و از طریق شرکت بادیگارد در دوبی به آمریکا فرستاده شد حدود 13 سال در اون کشور زندگی کرد و محافظ شخصی چند شخصیت معروف و شناخته شده مثل جنیفر لوپر نیکولاس کیج، ماریا کری و ویتنی هیوستون بود و برای این کار خودش گفته که ساعتی 100 تا 150 دلار می گرفته. خودش در مصاحبه هم گفته بود که من همون اول میخواستم توی آمریکا ازدواج کنم و همونجا بمونم اما خدا رو شکر ما سر سفره پدر و مادر بزرگ شدیم مادرم بهم هم اصرار کرد که باید با دختر ایرانی ازدواج کنی امر مادر هم که روی چشم من جا داشت برگشتم و با یه دختر اصیل و خانواده داری که خواهر دو شهید هم بود و یزدی بودن ازدواج کردم یادمه برای ازدواجمون چهارده روز مرخصی گرفته بودم اومدم عروسی گرفتیم و برگشتم بعد با همسرم به دوبی رفتیم اونجا دخترمون به دنیا اومد همسرم از اول هم با محیط خارج از ایران مشکل داشت وقتی هم که پای تربیت بچه به میون اومد به این نتیجه رسیدیم که زندگی در شرایط اونجا با روحیات و عقاید ما سازگار نیست برگشتیم و در ایران به زندگیمون ادامه دادیم آقای ایران دوست گفته بعضی از اعضای خانوادهش هم مثل خودش درشت هیکلن مثلا یکی از پسر قهرمان بکس انگلیس اسمش راشده و به ری معروفه پدر شهاب ایران دوست هم قهرمان کشتی ایران و مدال آور و بسیار پر بوده. آقای ایران دوست گفته سوار ماشین شدن توی ایران براش مشکل بزرگیه. خودش گفته وقتی میشینم پاهام میره روی داشبورد. خیلی وقتها هم که راننده های تاکسی و آژانس ها من رو میشناسن به هم میگن برو صندلی عقب که راحت بشینید. اما آقای ایران دوست با اینکه در فیلم ها و سریال های زیادی ایفای نقش کرده اما در جامعه ایران به واسطه نقشش در شب های برره به همون قول برره معروف شده حالا هم که مدت هاست کار خوانندگی هم میکنه و در فضای مجازی هم بسیار فعاله ایشون در ماه های گذشته موزیک ویدیویی به نام شهر دودی منتشر کرد که این آهنگ رو با همخونی والایار خواننده معروف پاپ ایرانی بیرون داد دخترش هستی ایران دوست هم توی این کلیپ حضور داشت توی این موزیک ویدیو دختر آقای ایران دوست به عنوان یه بازیگر زیبا ظاهر شد و بعد از انتشار اون کلیپ توی فضای مجازی کاربران زیادی از احمد ایران دوست انتقادات تندی کردن و حرفهای توهین آمیزی بهش زدن مثلا بهش گفته بودن چقدر بی غیرتی که دخترت کم حجاب و بی حجابه یا اینکه چرا پیج دخترت رو معرفی میکنی غیرتت کجا رفته اصلا چرا اجازه میدی دخترت اینجوری توی فضای مجازی فعالیت کنه که اون هم در جواب حرفهای دندون شکنی زد و گفت من مسئول چشمای هیز و کثیف شماها نیستم و افتخار میکنم پیج دخترم و همه برم ببینن این عقاید کهنه و پوچ اصر حجری هم به درد خودتون میخوره من یادم یه روزی هم همه مردم ایران نوار VHS رو قایم میکردیم توی دنبلانمون. یادش بخیر فیلم ترمیناتور تبدیل میشد به سنگام. از بس اونجا میموند و بخار میکرد. من معتقدم هر کسی مسئول اعمال و رفتار خودشه این نظریات رو هم برای خودتون نگه دارید بذارید توی دیگ و درش هم ببندید آقای ایران دوست به مناسبت تولد 18 سالگی دخترش هستی هم کلیپی رو منتشر کرده بود و از عشق و علاقش به دخترش گفته بود در ادامه هم برای سپرایز تولد هستی رو به کنسرت سهر خواننده زیبا و خوشصدای ایرانی برده بود احمد ایران در صفحه اینستاگرامش در مورد موضوعات روز جامعه ایران در قالب تن صحبت میکنه و ویدیوهای تند و کنایه آمیز و البته جالبی هم از واکنش های خاص خودش منتشر میکنه. حالا اما امروز آقای ایران دوست این دایرکت رو منتشر کرده که برای دخترش اومده از اکانتی به نام نازر 313 که نوشته کار برای گرامی تقاضا می شود ضمن رعایت تمامی قوانین عبارت تابع نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در بالای صفحه عمومیتان درج کنید عبارت های مشابه و درج در پایین صفحه قابل قبول نیست همچنین استفاده از کلاه یا هر وسیله دیگر در صورتی که پوشش کامل نداشته باشد مورد نیست. در صورت عدم توجه جهت مسدود سازی صفحه متخلف و احضار غذایی اقدام خواهد شد با تشکر دیدبان فضای مجازی. که آقای ایران دوست با انتشار این پیام نوشته نازر جان دختر من متولد امارات و بیشتر امارات هستش دوبی و تابع قوانین اون کشوره لطفا شما ناظر قیمت دلار و سکه و گوشت باش به مسعود هم سلام برسون بعد هم چند تا از پیام های تلخ مردم رو منتشر کرد که نوشتن ای خدا به زنتشون الهی هر چی زودتر از دستشون خلاص بشیم ناظر هزینه های درمان هم باشن بابای من یک سال نتونسته پول عملش رو جور کنه و داره درد میکشه ولی اینا فقط به فکر هجابمونن بدبختا کاربر دیگه ای هم نوشته خدا شما رو برامون حفظ کنه آقای ایران دوست من خودم سرپرست پسرم هستم یک ماه دیگه سال خونمونه حداقل باید 50 میلیون بذارم روی پول پیش به این ناظر به درد نخور بگید هیچ میدونن من مادر و سرپرست خانوار چه دردی دارم من به خاطر گرونی خونه کوچ کردم اومدم فاز که اندیشه حسرت زندگی تو شهر و زادگاه هم تهران به دلم مونده خدا لعنت کنه باعث و بانی گرفتاری مردم رو که آقای ایران دوست نوشته آقای ناظر بازم بگم یا کافیه بعد هم ویدیوی کوتاهی رو از صحبت‌های بن سلمان منتشر کرده که گفته 70 درصد جمعیت کشورم زیر سی سال هستن دیگه وقت خودمون رو صرف اسلام افراطی نمی‌کنیم مرسی که تا این لحظه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید